بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. امروز دوشنبه 26 حمل سال 1392 خورشیدی که برابر می شود با 15 اپریل سال 2013 میلادی. به مجموعه سازه‌ترین خبرهای غزنی، افغانستان و جهان تا این ساعت خوش آمدید. من توریال افغانستان، بسم الله الرحمن الرحیم. سه تن از انجینران یک شرکت خصوصی در ولایت غزنی از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسیدند. فضل احمد صابون، سخنگوی مقام ولایت غزنی، این خبر را تایید کرده است. سخنگوی مقام ولایت غزنی به رسانه ها می گوید که سه تن از انجینران شرکت ساختمانی آیتیک پس از چاشت روز یک شنبه زمانی از سوی مردان مسلح ناشناس کشته شدند که از ولسوالی قره‌باغ به سوی شهر غزنی در حرکت بودند. گفته می شود که یک تن دیگر از این انجینران در این رویداد نیز زخم برداشته است. این انجینران مصروف کار ساخت ساختمان اداری ولسوالی قره‌باغ بودند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد تبصره‌ای نکردند. شماری از بزرگان و سران قوم ولایت غزنی خواهان درجه یک شدن ولایت غزنی در تشکیلات اداری کشور شدند و از حکومت مرکزی میخواهند تا به خاطر مرکز ثقافت اسلامی این ولایت باید به یک ولایت درجه یک مبدل شود. شهر غزنی روزگار مرکز امپراتوری بزرگ غزنویان بوده است و تاریخ داشته است درخشان و طلایی که به امین منظور این خطه باستان از سوی سازمان آیسیسکو به حیث مرکز تمدن فرهنگی جهان اسلام برگزیده شد. اما این ولایت هنوز هم به اثر بیتوجهی و بیعلاقگی سرمرداران کشور یک ولایت درجه دو باقی مانده است. اما پس از جشنواره 24 حمل، شمار از بزرگان و سران قومی این ولایت طی تجمعی در برابر مقام ولایت غزنی خواهان درجه یک شدن این ولایت شدند. جلالت ما محترم، عرض می نمایم در حالی که ممالک اسلامی غزنی را به حیث پایتخت مرکز تمدن و ثقافت اسلامی قبول و تصویب نبودند، مردم متدین غزنی باستان امیدواری های قوی را با خود دارند که جناب فضیلت مهاب خامخواه این حق را به مایان عطا و اعدام نماید که غزنی در پلوی پایتخت تمدن اسلامی می بایست مقام درجه اول را تصویب خواهند کرد، ولی نباید این امیدواری را در یاد فراموشی قرار بدهند. لذا توجه خاص جلالت مآب محترم را در قسمت درجه اول شدن ولایت غزنی تمنا داریم. از سوی همشماره از فرهنگیان ولایت غزنی در مرکز به این موضوع پرداخته و نیز عدم حضور آقای کرزی را در جشنواره 24 حمل جفای بزرگ به حق فرهنگ ولایت غزنی می دانند. نکردن شرکت زعیم ملی کشور در یک مراسم ملی و هم یک مراسمی که بعد از قرن در افغانستان اوتر یک جشن بزرگ میشه. ما متاسفانه به اثر دسایس همسایه دور و نزدیک همیشه شاهدی قطارهای جنازه کشی و غم و قصه هستیم، ولی یک روزی که یک جشن بزرگی ملی بس و منطقوی و جهانی داریم، در روز می باید ولسمشر افغانستان، رئیس یعنی ولس، زعیم ملی کشور در این یک روز ملی خودش از میمانای خود استقبال میکرد. ولو که صدر اعظم چک امون روز کل چکسلواکی را به این میبخشید، باید برای دو ساعت ازش رخصت میگرفت، معاونین خود کردش مصروف میکرد، محفل خودش افتتاح میکرد. که نه خودش رفت نه دو معاونش، سخت جفا شده در حق غزنی، در حق افغانستان. غزنی که از برکت محمود کبیر او امروز بس صدها میلیون مسلمان در شبه قاره هند به نیایش خدا مصروف است. او غزنی را به ولایت درجه دوی فراموش شده ای که از امروزی که جهانسوزی را سختانده تا بال هیچ حکومت، نه تا حکومت فیلی آقای کرزی، هیچ حکومتی به غزنی توجه نداشته. پیشنهاد ما مثل پیشنهاد جلالت ما والی سر غزنی آقای اکبرزاده برای رئیس جمهور همی است و برای وکلای غزنی همی است، برای شورای غزنی باستان، شورای ولایتی همی است که پیگیری بکنن که غزنی باید در قدم اول به افتخار همی عظمتی که سابق داشته و به افتخار همی نام بزرگی که امروز جهان اسلام قائل شده بایش، باید به ولایت درجه اول ارتقا داده شه. مسئولان اداره اتاقهای تجارت و صنایع ولایت غزنی از آمادگی ها برای همکاری با تجارت و صنایع دستی زنان ولایت غزنی در سایر ولایت های کشور و بیرون از مرز این کشور سخن می زند.
در محفلی که پیش از چاشت روز دوشنبه در دفتر اتاقهای تجارت و صنایع غزنی دایر گردیده بود، تعدادی از خانمهای تجارت پیشه اشتراک ورزیده بودند. در این محفل عبدالمتین قلندری مسئول اتاقهای تجارت و صنایع برای این بانوان وعده سپرد که این اداره با خانمهای تجارت پیشه این ولایت در راستای نمایش صنایع دستیشان در بیرون از مرز غزنی همکاری خواهد کرد. هدف از جلسه ای است که چطور میتونیم ما صنایع دستی یا بالاخره تولیدات اینمی خانما را برش مارکتینگ بکنیم. خواستیم بخش صنایع دستی خانما را کمک کرده باشیم، یک غرفه یا یک دکان در یکی از قسمت ها ایجاد بکنیم که همیشه تولیدات صنایع دستی غزنی برای همیشه در یک جا را نمایش گذاشته شود و از مردم خود خواهش میکنیم که تولیدات داخلی خود ما را که از فامیلای خود ما هستن، از غزنی هستن، خریداری بکنن تا با یک نوعی از طریق خرید یک لباس بتانیم این فامیلای بیچاره را کمک کرده باشیم. اتحادیه خبرنگاران ولایت غزنی با صدور یک قطعنامه چهار ماده‌ای خبرهای مقام ولایت غزنی را تحریم نموده و خواهان پیگرد عاملان منع نشرات جشنواره غزنه 2013 شدند. در جریان جشنواره غزنه 2013 بجز شبکه تلویزیونی یک به خبرنگاران اجازه ورود به تالار مقام ولایت غزنی داده نشد و نیز خبرنگاران از سوی کارمندان امنیت ملی توهین شده است. از همین رو اتحادیه خبرنگاران غزنی یک قطعنامه چهار ماده‌ای را صادر نموده و پیمان بستند تا برای یک هفته خبر مربوط به مقام ولایت غزنی را به نشر و پخش نسپارند. ما موافق به این نشدیم که با مقامات ولایت صحبت کرده بتانیم. ما می خواستیم شخص والی سید را در جریان قرار بدیم با آقای ابراهیمی که در روز تدویر جشنواره غزنه 2013 مسئول مطبوعات بود تماس گرفتیم و اونها ما را تا دروازه حرمسرا خواست. وقتی که در اونجا هم رسیدیم اونا زنگ زدیم و متاسفانه اجازه دخول به ما داده نشد و او آدم برای ما گفت که شما با اول خان صحبت بکنید و ما دیگه لازم ندانستیم و چون او مسئول مطبوعات نیست موفق به این نشدیم که با والی صدر داری داشته باشیم. با سپاس شما بینندگان محترم و همکاران تکنیکی هم در استودیو خبر. این بود مجموعه از تازه ترین خبرهای من از افغانستان و جهان. شما دعوت میکنیم که بیننده برنامه های بعدی ما نیز باشید. وقت خوش، الله نگهدار.